سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی با یه ویدیو دیگه در خصوص پول هوشمند همراه شما هستیم امروز دهم اپریل سال 2023 هست و مطابق دوشنبه ها ما در خصوص جریان پول هوشمند توی بازار کریپتو میخوایم مطالب با شما به اشتراک بذاریم این اطلاعات بر اساس دیتای سایت او به اشتراک گذاشته میشه و امیدوارم که شما بتونید از این استفاده بکنید خب در خصوص اگر تازه به جمع اضافه شدین همونطور که میدونید در خصوص کریپتو میتر ما یه ویدیو مفصلی ساختیم که توی کانال میتونید پیدا بکنید در خصوص اینکه اصلا این چه قابلیت هایی داره من فقط میخوام برم سراغ قابلیت والیوم فلو خب جریان پول جریان نقدینگی که از ارزهای مختلف از فیات کارنسی های مختلف از استیبل کوین های مختلف وارد بازار کریپتو شده رو میایم اینجا با هم ترک میکنیم ببینیم کجاها رفتن وارد چه ارزهایی شده و باعث پامپ کدوم که ارزها شده ما توی تایم فریم های 5 دقیقه 15 سی یک ساعته 4 ساعته 3 روز و یک هفته و یک روزه میتونیم اطلاعاتمون رو از این سایت بگیریم همونطور که مستثر هستیم تایم یک روزه این به صورت رایگان ارائه میشه و بقیه تایم فریم ها بر اساس هزینه اشتراکی که این سایت از شما دریافت میکنه توی این ویدیو در خصوص یک روزه سه روزه یک هفته ای و چهار ساعته اطلاعاتی رو با شما به اشتراک خواهیم گذاشت قسمت های مختلف این گزارش شامل نت positive فلو بای فلو و سلف فلو هست که این نت positive فلو جریان مثبت نقدینگی رو نشون میده یعنی اون ارزایی که تو به درد اثبات میخورن یا توی معاملات فیوچرز به درد لاین گرفتن میخورن رو برای ما لیست میکنه همونطور که مشاهده میفرمایید به صورت شماتیک نمودار گرافیکی رو اینجا مشاهده میفرمایید که من حالا این سفر رو بزرگترش بکنم که واضحتر باشه همونطور که میبینید خب مثلا روی ایکس داره پول از یو تو تایم فریم یک روزه من این دیتا رو دارم میگیرم تو تایم فریم یک روزه داره از کجا میاد از یو بیشترین جریان نقدینگی رو بهش سرازیر کرده ارز بعدی که داریم ریپل هست بی ام بی هست ال دی او و ارزهای دیگه که خب بخاطر اینکه ما بتونیم دید بهتری پیدا بکنیم من میرم روی ویو تیبل اما سمت چپ همونطور که مشاهده می‌فرمایید یو اس یعنی فیات کارنسی دلار یورو ین ژاپن کر کره جنوبی و بقیه ارزهای کشورهای مختلف و بعضا هم میبینید که توی اینها استیبل کوین های مختلفی وجود داره که مثل یو که اومده تبدیل شده به ارزهای دیگه یعنی اون پولی که تو بازار بوده عملا جریان پیدا اون پولی که از فیات میاد پولی که خارج از بازاره من رو برم روی نمای تیبل همونطور که مشاهده میکنید من روی نت فلو میام سورتش میکنم الان همونطور که تو تصویر هم مشاهده میکنید در تایم فریم یک روزه نتفلو 138 ببنید. میتونیم جابجاش کنیم نه 138 میلیون دلار وارد بیت کوین شده ردیف دوم یو هستش ردیف سوم تی یو خب تا اینجا بیت کوین که مشخص وضعیتش بعد بی ام بی ایکس با 3 میلیون دلار ان کی ان ببینید این ارزها ارزهایی که مثلا اینطوری میاد که خیلی هم معروف نیست یه دفعه پامپ میکنه تو بازار های قابل توجهی هم به دست میاری این تایم فریم یه روزه اومده تو تایم فریم 400 یه هم ببینیدش بتونید دیتکتش بکنید میتونید ازش خوب استفاده بکنید در نظر داشته باشین یه قسمتی رو ما داریم بخریم یا نخریم بر اساس یکی, یکی از استخراج اطلاعاتی که ما داریم استخراج میکنیم همین جریان پول هوشمند توی بازار هستش که اومده پشت یه ارزی قرار گرفته و دیگه ترکیبش میکنیم و در نهایت اون گزارش رو توی صفحه اینستاگرام و یوتیوبمون به تناوب به اشتراک میذاریم امیدوارم که ازش بتونید استفاده کنید در قالب گذاشته بخریم نخریمه که احتمالاً باهاش آشنا هم هستیم AGIX هست من واقعاً این نسا ارزه چی هست کجاست رنکش چیه یک و میلیون دلار امروز توی یک روز 24 ساعت گذشته بهش پول وارد شده ال ای پی تی آی دی اپه لایت کوین اتر ببینید اتر با اینکه رنکینگ دوی بازار داره و توی یه سری گزارش قبلی که با هم دیدیم رده دوم رو داشت توی جریان امروز میاد میره تو رده رده های خیلی پایین تر قرار میگیره من تا یک میلیون دلار با هم چک میکنیم و ردیف بعدی کوکو که میبینیم با یک و یک میلیون دلار بیشتر میزانه ورود نقدگیری رو به بازار داشته اما نکته ویژه که توی این باقی میمونه که یه سری ارزایی هستن این زیر که عدد زیادی توش نیومده ولی جهش قیمتی قابل توجهی داشته که اونو تو همون گزارش بخریم نخریم بعضا میتونیم بهش اشاره کنیم تو اون گزارش های روزانه که توی صفحه اینستاگرام هم میذارم میتونید ازش بهره من خب به هر حال دوستانی که میخوان توی بازارهای کوتاه‌تر معامله کنن و گینای کوتاه‌تری بگیرن از اون بر اساس ریسک وزیر خودشون میتونن استفاده بفرمان خب من رو تایم فریم یک روزه بودم برم تو تایم فریم سه روز گذشته ببینم که چه تغییری توی بازار داریم تو ردیف اول بیت کوین داشتیم حالا عوض شد دوباره دوباره تو ردیف اول بیت کوین داریم اتر همون که تو گزارش یک روزه دیدیم تو ردیف پایین بود اومده تو ردیف چهارم قرار گرفته بعد از این دو تا استیبل کوین و بیت کوین 9.8 میلیون دلار وارد شده بی ام بی هست ایکس ام آر که الان با هم دیدیم که امروز هم پول خوبی توش اومده بود سی اف ایکس ان کی ان ای پی تی ال تی سی اپ ای جی آی ایکس سول آی دی این آی دی رو چکش بکنید اس کیو یو ای دی کوکو آواکس اس فاند ران یو اس دی پی حالا ان تی سی تی آر و کاوا و ویتو ایکس سی ان که خب این عددی ای که الان تا اینجا که اومدیم خب ما خیلی زیر یک میلیون دلار با هم چک کردیم چون حالا خواستیم ببینیم که چه ارزهای غیر از اون ارزهای به قول ما پاپیولاری که همه میشناسنش بازا تو بازار در موردش حرف میزنن تو عکس صرافی ها هست قرار گرفته این ارزهایی که شما اینجا میبینید که بعضا اسمشون با, با به گوشتون آشنا نیست تو مثلا کوینکس و کوکوین قطعا میتونید پیداش بکنید خب این تو تایم فریم سه روزه بریم تا تو تایم فریم یک هفته اخیر ببینیم پول توی کدوم یکی از ارزها اومده و میبینیم بله اتر جاشو آورد بالاتر بیت کوین 257 میلیون دلار یو اس دی تی خب استیبل کنه ای تی اچ 74 میلیون دلار اتریوم ورود مثبت نقدینگی درش وجود داشته خب وقتی پول توش میاد رشد میکنه قیمتش دیگه تی یو ام او جی اوجی هم توی بازه ای پامپ شده توی اه اه همین چند روز اخیر بی بی تی آر یو اسکی ای دی اس فاند اپ دایس ان این اینا هنوز بالای یک میلیون دلار هستن من بیام پایین آر پی ال فکر کنم جزء 200 ارز اول بازاره اف سلو, سلو حالا دیگه اینا مخفف دیگه شما هر جوری میتونید بخونیدش بی تو ام، لینا اکشن جی او ام دو یو اس دی پی سیبل کن سی آر او دیگه رسیدیم به زیر یک میلیون دلار ایکس آر دی سی آر وی ران همینطور که مشاهده میکنید ارزای دیگه همین زیر برای ما لیست شده که میتونه هر کدوم از اینا پتانسیل رشد بشه هرچند که اونهایی که عددهای بالاتر اومدن با توجه به بازه زمانی که بررسی کردیم میتونه بازدهی های رو بر ما به همراه داشته باشه و آخرین تایم فریم که میخوایم با هم کنیم تایم فریم 4 ساعته است تایم فریم یک ساعته وقت کمتر از اون واقع چیزی که خیلی شاید بعد از اینکه شما این مثلا به در چند دقیقه بعد از انتشار این ویدیو دیدن صفحه این سایت به دردمون میخوره که اینا رو ما تو اون تایم فریم کوتاه رو کم تا که اشاره تو صفحه اینستاگراممون قرار میدیم که میتونید ازش استفاده کنید تو تایم فریم 4 ساعته باز هم بیت کوین با 44 میلیون دلار در 4 ساعت گذشته بالاترین میزان رو نقدی داشته سه تا استیبل کوین بعدش میرسیم به اتریوم ریپل ریپل هم همیشه داستان خوبی توش هست امیدوارم که رشد خوبی بکنه و این چند وقت اخیرم خوب... بد نبوده بازدی که داشته CFX، LightCoin، لایت کوین ایکس ماتیک ای این ای اگر خاطرتون باشه چند هفته دو هفته پیش هم من یه پیشنهادی، رو... یعنی به عنوان مثلا بخریم نخریم ما گذاشتم که نظر بقیه هم بدونیم که خب رشد خوبی داشت کوکو بعد AGX, BMB, مسکه که ای BNB، این کار ماسک که اومدیم زیر 500 هزار دلار یعنی از یک میلیون دلار اومدیم و پایین تر هم چک بکنیم که با هم ببینیم به چه صورتی هست خب یک نکته جالبی توی این موضوع وجود داره که من اینجا این قسمت رو ببندم ولی بهتون اینو اشاره کنم که این جریان پول هوشمند به اینجا ختم نمیشه واقعا اگر کسی دیتا اینو داشته باشه که رفتار این ارزها و رفتار ورودی خروجی پول رو بتونه توی بازهای زمانی مختلف چک کنه ارتباط بین اینها رو پیدا کنه مطمئن باشین شاه کلید بازار دستش هست و خیلی قشنگ میتونه از تو این پول در بیاره دیتا بزرگترین ارزشمندترین و مهمترین دارایی یک سازمان هست کسی که توی بازار داره کار میکنه دیتا براش بسیار مهمه چون این دیتا رو کنار هم بچینه با دیتا ماینینگ تکنیک های کلاسترینگ میتونه اینها رو تبدیل به انفورمیشن نالج و در نهایت ویزدم بکنه مطمئن باشین کسی که یه همچین دیتایی رو برای خودش به دست آورده دیگه به این راحتی به اشتراک نمیذاره و سعی میکنه از توش پول در بیاره امیدوارم که این اطلاعات به در شما خورده باشه ما سعی میکنیم اون چیزی هم که به دست میاریم با شما به صورت تعاملی به اشتراک بذاریم تو صفحه اصلی هم همونطور که مشاهده میکنید در مورد ریپل داشتم میگفتم شاید از غیب رسید یه دفعه سی الان همونطور که مشاهده میکنید 35 درصد فشار فروش 64 ساعت فشار خرید در 24 ساعت گذشته بوده و در حال حاضر هم بالانس شده یه بازار توی ریپل یه رشدی کرده اینجا هم کلی ارزهای مختلف میتونید ببینید روش کلیک بکنید و از اطلاعاتش لذت ببرید امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین با اشتراک این ویدیو در سایر های اجتماعی ارسالش برای دوستاتون کمک میکنین اونها هم از این اطلاعات بتونن بهره مند بشن و در نهایت شبکه دوستان ما هم گستردهتر بشه موفق و پرسود باشید خدا نگهدار